الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. کاری که انسان انجام میدهد از روی نیت انجام میده این کار را. گاهی این کار کار خوبی هست، اما نیتی که انسان از اون کار داره نیت غیر صحیحی است، و گاهی اون کار کار خوبی نیست، ولیکن نیتی که انسان از اون کار دارد نیت خوبیه. خیلی اوقات هست که انسان یک کار را به نیت خوب انجام میده، ولیکن نتیجه معکوس میشه، نتیجه نامناسبی تحصیل میشه. و گاهی اوقات کار خوبی را انجام میده، اما غرض و هدفی که از این کار داره نیتی که دارد نیت شر است. کدوم بهتره؟ در احادیث داریم که انما الاعمال بالنیات، اعمال فقط و فقط رنگی که پیدا میکند، حالا رنگ خوب یا رنگ بد، به سبب نیتی است که انسان از اون کار داره. یعنی شما فرض بکنید یک پزشک یا یک طبیبی که خیلی ماهر باشه، این مریضی را معاینه میکنه، بعد از معاینه مریض بدون اینکه تقصیری هم داشته باشه، مثلا وقتی باشد که حواسش پرت شده باشه یا مشکلاتی داشته باشه یا اینکه خسته باشه یا اینکه همینجور شل نگاه بکنه، اینجوری نبود، تقصیرم نداشت، معاینه دقیق کرد در حالی که از نظر نفسی مستقر بود، مشکلی نداشت، حواس پرتی نداشت، حسب موازین طبی معاینه کرد، یک تشخیصی داد، بعد یک دارویی را تجویز کرد. اگر بیمار این دارو را خورد و اتفاقا معلوم شد که تشخیص پزشک خطا بوده، اشتباه بوده، و این بیمار مرد، آیا این کار کار خوبیه؟ نه، کار خیلی بدیه. اما آیا این پزشک و این طبیب ملامت میشه؟ خیر. چرا؟ چون که اگر چه کاری را که این پزشک کرد نتیجه این کار یک نتیجه نامناسبی بود که موت این مریض بود، اما این نیت خیر داشت و مقداری که به استطاعت خودش بود عمل کرد، خب اتفاقا اشتباه در اومد کار، این پزشک ملامت نمیشه. چرا؟ چون که نیت خوب داشت، و در طریق این نیت خوب هم حسب موازین طبیعی سیر کرد، مدحم میشه. البته ضمانت یه مسئله دیگریه، پزشک ضامنه، ضمان یک اثر وضعیه، حکم تکلیفی نیست، اون ربطی به بحثی که داریم میکنیم نداره. یا اگر یک شخصی با شخصی دشمنی داشت، سم بهش داد، اتفاقا این زهر علاج این مریض بود. گاهی اوقات هست یک امراضیه که علاجش با زهره. یک شخصی بود در کربلا،
این مریض بود، خیلی مرض شدیدی هم داشت، به حد موت بود، به صورتی که اطبا از او میؤوس شده بودن. در یک روز هم پدرش فوت شد هم مادرش، لذا تمام اهل منزل مشغول تشییع این دو بودن، پدر مادر. وقت دواش رسید، این آقا نبود کسی در منزل که دوابش بده، با سختی بلند شد و اون ظرفی که درش دوا بود، اون قوطی که درش دوا بود، اون تاقچه بود برداشت. اتفاقا این سم موش بود، این حواسش نبود، مقدار یک قاشق دو قاشق از این سم خورد، فرداش خوب شد. معلوم شد که این سم، این مرگ موش، برای این مرض این آقا دوا بوده. یک استخوان، یک چیزی در نمیدونم کبدش، کلیش کجا در اومده بود که به وسیله این زهر آب شده بود. حالا اگر یک شخصی با یک شخص دشمنی داره، سم بهش داد، طرف هم سم خورد، اتفاقا این سم دوا بود برای این شخص و این شخص خوب شد، میگن به به عجب آدم خوبیه که سم به این آقا داد. ولو نتیجه کار نتیجه خوبی بوده که این مریض خوب شد، این سم دوای این آقا بود، ولیکن چون که نیت دهنده این سم نیت بدی بوده، لذا مذمت میشه، ملامت هم میشه. انما الاعمال بالنیات. پس چیزی که فقها یا اصولین تعبیر ازش میکنن حسن فاعلی یا حسن فعلی، ممکن است یک کاری حسن داشته باشه اما انجام دهنده این کار هیچ ثوابی نداشته باشه. چرا؟ چون که کار حسن داره اما فاعلش حسن نداره، حسن فاعلی ندارد. گاهی انسان نیت خوب داره، فاعل حسن فاعلی دارد، اما حسن فعلی نیست، یعنی کار حسن نداره. پس چیزی که کار را رنگ میده نیتی است که انسان داشته و دارد. این را ما مقدمه ذکر کردیم برای بحثی که به شکل مختصر امشب عرض می شود خدمت شما. یکی از فضائل اخلاقی که در قرآن در روایات زیاد بهش تأکید شده، امر عقلی هم هست، یعنی عقل هم این شیء را درک می کند، چون که بعضی چیزها را عقل درک نمی کنه، بهش نمی رسه. نماز صبح چرا دو رکعته، چرا سه رکعت نیست؟ مثلا نماز مغرب چرا سه رکعته، چرا دو رکعت نیست، چرا چهار رکعت نیست؟ یک چیزاییست عقل درکش نمی کنه، گرچه میداند انسان که این بر روی مصلحته، اما مصلحتش چیه من درکش نمی کنم. گاهی یک احکامی هست که عقل حسن یا قبحش را درک می کنه، متوجه می شه. یکی از چیزهایی که حسنش هم از قرآن ثابت است، هم از روایات ثابته، هم عقل این را درک می کنه، هم بنای عقلا برش هست، می فهمن این مسئله را، تضحیه و فداکاریه. کسی که تضحیه می کنه، فداکاری می کنه، که یکی از مصادیق تضحیه و فداکاری ایثار هست، این حسنش را هم از قرآن، هم از روایات، هم از عقل ما به دست میاریم، چیز واضحی هم هست. لذا میگن این آقا آقای فداکاری هست، مدحش میکنن. یکی از چیزهایی که انسان به او مدح میشه همینه که این فداکاره. این تضحیه و فداکاری ممکن هست که مصادیق مختلفی داشته باشه. گاهی انسان به خاطر دین فداکاری میکنه، گاهی به خاطر مردم تضحیه و فداکاری میکنه. فقط مهم این است که هدف انسان و نیت انسان نیت صحیح باشه. اگر نیت صحیح نبود، این تضحیه دیگه نیست، این زیان و خسرانه. یعنی فرض کنید که شخصی آمده در جنگ با پیغمبر صلی الله علیه و آله و میدونه که در این جنگم کشته میشه، یا احتمال قوی میده که کشته میشه. اگر این آقا کشته شد به خاطر یک هدف باطلی، مدح میشه، میگیم عجب آدم خوبی است که این آقا جانش را از دست داد به خاطر یک هدفی که داشت. میگیم ابو جهل چقدر آدم خوبی بود، چون که جانش را از دست داد در جنگ بدر در مقابل پیغمبر. خیر. یا کسانی که در جنگ با سید الشهدا علیه الصلاة و السلام شرکت کردند، که صدها و هزارها به دست
اصحاب خود سید الشهدا کشته شدن، خب با اینکه ممکن بود که بداند که در این راه کشته میشه و جانش را از دست میده، اما این مستوجب مدح نیست، این تضحیه نیست. چرا؟ چون که هدفی که دارد، نیتی که داره نیت صحیحی نبوده، نیت باطلی بوده، هدف باطلی بوده، نیت خوب نداشته. لذا ولو این که جانش را از دست داد اما مذمومه. اون معروفه که یک شخصی در یکی از غزوه های پیغمبر شرکت کرده بود، از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله بود و در این جنگ هم کشته شد. پیغمبر حاضر نشدن بر جنازه او نماز بخوانند. چرا؟ گفتن این شهید در راه اسلام نیست، این شهید و ام جمیله، چون که اون مقتول که از مشرکین داشت یک زوجه زیبایی داشت به نام ام جمیل. این آقا شرکت کرد در جنگ، با این مبارزه کرد که این را بکشه که بعدن زنش را صاحب بشه. اتفاقا اون ابو جمیل این شخص را کشت در راه جنگ پیغمبر، جزء اصحاب پیغمبرم صلی الله علیه و آله بود و در این راه هم کشته شد. با این حال شهید ام جمیل شد، یا اونی که دیگه هم که شهید حمار شد، چون که اون مشرک یک الاغ زیبایی داشت، این خیلی خوشش اومد از این الاغه، گفت که بگم این آقا رو بکشم الاغش را غنیمت بگیرم. اتفاقا صاحب اون الاغ این شخص را کشت، شهید الحمار شد. پیغمبر صلی الله علیه و آله این را بیان کردن. البته پیغمبر این را هم که بیان کردن، نه به خاطر این بود که آبروی طرف را ببرند، چون که پیغمبر خیلی این مسئله را اهمیت میذاشتن که آبروی مردم حفظ بشه، حتی کسانی که مشرک و کافر بودن، اما چون که قضیه مهم بود درس باشه برای مسلمین که کسی که در رکاب پیغمبرم کشته بشه اگر نیتش نیت خوب نباشه، این اجری نداره، پاداش نداره، این کاری هم که کرده فداکاری نیست، تضحیه نیست، بلکه موجب مذمتشه، چون که هم دنیاش را از دست داد با کشته شدن، آخرتی هم گیرش نیامد. به خاطر اینکه این مسئله را برای مسلمین بیان بکنن و در ذهن مردم جا بیفته، پیغمبر این را بیان کردن. چون که بعضی وقتا هست که مجرد این که یک مطلبی را بیان بکنیم فایده نداره، باید یک مصداق و یک مثال بارزی داشته باشه. الان اگر شخصی آمد به ما گفت که یک خانواده هستند که صاحب منزل اینها رو از منزل بیرون انداخته، اینا هم در خیابان هستند، بیایید کمک بکنید، خب ممکنه خیلی این حرف در ما مؤثر نباشه، اما اگر خودمون رفتیم دیدیم که این بچه ها دارن از سرما میلرزن، گریه میکنن، اساسات و کوچه ریخته شده، عاطفه ما زودتر به حرکت در میاد، ممکنه زودتر و بیشتر مساعده بکنیم. چرا؟ چون که دیدیم مجرد یک این که مطلبی ذکر بشه ممکنه خیلی مورد تأثیر نباشه، اما اگر مصداق بارزی پیدا کرد مورد تأثیر میشه. یکی از عادات جاهلیت این بود که مثلا دخترایی که اینها از اعیان و اشراف بودن حاضر نبودن که مثلا با کسانی که فقیر هستن ازدواج بکنن. دختر عمه پیغمبر زینب بنت جحش این دلش میخواست با پیغمبر ازدواج کنه، پیغمبر گفتن نه خیر، تو باید با زید ازدواج بکنی. زید کی بود؟ زید برده پیغمبر بود، یه برده بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله این برده را خریده بودن، بعد آزادش کردن و حسب قانونی که قبل از اسلام بود تبنی کردن اون را، یعنی پسرخوانده خودشون قرار داده بودن این را، بود قبل از اسلام، اسلام آمد این را نسخ کرد. به نتیجه ولو اینکه این پسرخوانده پیغمبر شده بود، اما برچسب برده روش بود، پیغمبر گفتن نه خیر، من با تو ازدواج نمی کنم، تو باید با زید ازدواج کنی. قبول نکرد، آیه شریفه نازل شد که نه خیر، باید ازدواج بکنه، حکم الهیه، قبولم نداره قبول نداشته باشه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، اگر خدا یا پیغمبر امری کرد تموم شد دیگه، اختیارت سلب میشه. به زور دختر عمشون را، یعنی اون ناچار شد قبول کرد، مسلمان بود دیگه، امر خدا بود، ازدواج کرد با زید. مدتی بعد با هم نساختن و طلاق شد. البته غرض پیغمبر این بود که این سنت جاهلی رو از بین ببرن، گفتن زید آدم مؤمنی هست، مسلمانه،
مسلمان کفو مسلمانه، زن مسلمان کفو مرد مسلمانه، پول و منصب و اشرافیت و اینا هیچ ارزش نداره در اسلام. این مسلمانه، اینم مسلمان، کفو هم دیگه هستن. میخواستن این سنت غلط جاهلی را از بین ببرن. خب بر دیگران شاید مشکل بود که این حرف را بپذیرن، اما این دختر عمه پیغمبر، وقتی دختر عمه پیغمبر به امر خدا با یک برده‌ای که قبلا برده بوده ازدواج بکنه، خب دیگه بقیه هم میفهمن که مسئله خیلی مهمیه. اول پیغمبر بر خودش تطبیق کرد، بعدا به دیگران گفت. خب بعد نساختن با هم، طلاق شد. خدا میخواست حکم تبنی رو از بین ببره. یکی از احکام اینه که کسی که، یعنی شخصی که فرزندش دختری را ازدواج کرده و اصطلاح اینجا عروس انسان میشه، جایز نیست که باش ازدواج کنه، چون که محرم ابدی میشه. خب این حکم را که در زمان جاهلیت هم بود که زوجه پسر انسان بر انسان حرامه، خب این را اسلام هم تصویب کرد. ایضا پسر خوانده انسان همین حکم درش بود که کسی که پسر خوانده انسان باشه، در جاهلیت میگفتن مثل پسره، پس زوجه او حرامه بر انسانه. این حکم را خدا نسخ کرد، لغو کرد، گفت همچی حکمی نیست، چون که پسر خوانده پسر انسان نیست، لذا زوجه او یک زن نامحرمه، میشه باش ازدواج کرد اگر طلاقش داد. لذا این حکم را خدا میخواست نسخ بکنه، مردم قبول نمیکردن. نسخش هم از راه خود پیغمبر شد، به امر خدا پیغمبر با همین زینب ازدواج کردن، تا مردم یک مصداق بارز ببینن اون حکم غلطی که در جاهلیت بود نسخ بشه. حالا کل حال، حالا اینا رو بین قوسین ذکر کردیم. یک مصداق بارزی که باشه، یک مثال بارزی که باشه، باعث میشه انسان اون فکر را بهتر بفهمه. پیغمبر نمیخواستن آبروی این شهید حمار یا شهید ام جمیل را ببرن، حالا که پیغمبر چیزی نمیگفتن مثلا، اما چرا پیغمبر گفتن این را، چرا بیان کردن؟ چون که مجرد این که بیان بگن که ایها الناس انما الاعمال بالنیات، ممکنه مردم خیلی نفهمن این مطلب را، اما وقتی یک مصداق و یک مثال بارزی باشد، مردم بهتر میفهمن. لذا از اون روز تا امروز این قصه خیلی مشهور است و همه این قصه را میدونن، پیغمبر قبول نکردن روش نماز بخونن به خاطر این جهت. علا کل حال، این مصداق بارز یک مثالی هست برای این که این فکره، فکره خطایی است که انسان تصور بکنه که اگر یک کار خوبی کرد ولیکن نیتش خوب نبود، این کارش خوبه. نه خیر، این کار خوب رنگ بد پیدا میکنه. چرا؟ چون که نیتی که درش بود نیت بدی بود. یا اگر یک مورد دیگه داره که یک شخصی در از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله در جنگ که بودن پیغمبر، در یکی از غزوات پیغمبر، شاید غزوه احد بود، شاید در غزوات دیگر هم تکرار شد، یک مسلمان به دست مسلمان ها کشته شد. چون که در جنگ وقتی میشه، وقتی دو لشکر با هم قاطی بشن، خب ممکنه خیلی همدیگر رو نشناسن، لباس ها هم که فرق نمی کرد، شاید حتی الان هم در خیلی از جنگ ها همین مسئله تکرار بشه، یک شخصی رو میبینن خودی، اما خیال میکنن دشمنه، میکشنش. مکرر شده در جنگ احد، در جنگ های دیگر، که یک مسلمان به دست مسلمان ها کشته شده. خب اون مسلمانی که این مسلمان را کشت، آیا این گناه کرده؟ و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. نه خیر، اینجا بلو این که این مسلمان اون مسلمان را کشته، اما اینجا معاقبم نیست بلکه ثوابم بهش میدن. چرا؟ چون که این بدون تقصیر نیتش دفاع از اسلام و پیغمبر بوده، این مسلمان را کشت اشتباهاً، بله باید دیش داده بشه، حالا یا خود اون قاتل باید بده یا بیت المال باید بده، بحث دیگه ایه، علا کل حال دیش باید داده بشه. اما این قاتل کار خوبی هم کرده. چرا؟ چون که نیتش نیت خوبی بوده. آیه شریفه می فرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، خودش را می خرد، می فروشه بدنش را. من یشری، اشترا، شراء در لغت عرب به معنای خریدن و به معنای فروختن هم آمده. مشتری، اشتراء، به بایع هم گفته میشه، به بیع هم گفته میشه. و من الناس من یشری نفسه، یعنی خودش را میفروشه. چرا؟ ابتغاء مرضات الله، هدفش اینه، نه اینکه مجرد اینکه فداکاری بکنه بدون اینکه مرضات خدا را جلب بکنه.
این جور انسان ممدوحه، خودش را فروخته در راه خدا. البته شأن نزول این آیه در مورد حضرت امیر هست در لیلة المبیت، خطر بود که مشرکین حمله بکنن بکشن شخصی که اونجا خوابیده، و اگر شخصی خوابیده نبود اون نقشه فرار پیغمبر از مکه به هم میخورد. خب حضرت امیر اونجا رفت، خودش را در راه خدا فروخت به قصد و غرض این که خدا، به قصد کسب رضایت خدا این کار را کرد. خب انسانی که این کار را بکنه رحمت و رأفت خدا برای او نازل میشه و شامل حالش میشه. والله رؤوف بالعباد. پس انسان کاری را که میکنه با نیت خوب، این نیت رنگ میده به کار، با نیت بد این نیت این کار را رنگ میده. یک وقتی مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه، مالک اشتر خیلی شخصیت عظیمی هست، حضرت امیر میفرمایند که کان لی کما کنت لرسول الله، یعنی من علی ابن ابی طالب چطور نسبت به پیغمبر بودم، مالک اشتر کان لی، برای من مالک اشتر مثل من نسبت به پیغمبر، کان لی کما کنت لرسول الله. حضرت امیر علیه الصلاه و السلام که عبارتی دارن نسبت به مالک، وقتی که میخواستن بفرستن مالک را برای مصر، چون که مصر یک سرزمین بسیار مهمی بود، که حضرت امیر در یکی از نامه‌هاشون می‌فرمایند مضمون کلام که مهمترین ولایت که در تحت سلطه و حکومت من مصر. خب وضع مصر خراب شده بود، با تفصیلی که کار نداریم، حضرت مالک اشتر را فرستادند برای اهل مصر. حضرت در نامه‌ای که برای اهل مصر می‌نویسند می‌فرمایند که من ایثار کردم شما را بر خودم، این شخص را من خودم احتیاج دارم، اما من این شخص را که مالک اشتر باشه ایثارش کردم، با اینکه من احتیاجش دارم اما این شخص را من برای شما فرستادم، ایثارش کردم. ولقد آثرتکم بهی علی نفسی، این آقای مالک اشتر را من ایثارش کردم، با اینکه خودم احتیاجش داشتم، با اینکه برای من لازم بود، چون که وقتی که مالک اشتر رفت و کشته شد خیلی وضع کوفه به هم خورد، چون که یک هیبتی داشت، یک سطوهی داشت، مردم از او خیلی حساب می بردند. وقتی اون رفت و در راه هم زهرش دادن و شهید شد، خیلی وضع ارتش حضرت امیر به هم خورد، چون که خوارج و غیر خوارج که بودن خب دیدن که این آقا که از بین رفت کشته شد، دیگه حالا مثلا از کسی که بترسن نبود، از خود حضرت تنها هیبت خود حضرت بود، اونم کافی نیست برای لشکری که ده ها هزار نفر باشه، اونم لشکری که اینجور عصیان کرده. خب ولقد آثرتکم بهی علی نفسی، ایثار ایضا یکی از مصادیق تضحیه و فداکاریه، لکن شرطش چیه؟ که ما گفتیم شرطش اینه که نیت پاک و نیت صحیحی باشه، والا اگر انسان ایثار بکنه اما نیتش نیت صحیح نباشه، نیتش این باشه که تعریف ازش بکنه، این هم دنیاشو از دست داده هم آخرتش را. یک شخصی مثلا فرض کنید که رفته در معونت کرده یا کمک میکنه یک حاکم جائری را، وقت در راه اون حاکم جائر هم کشته میشه، فداکاری میکنه، مثلا در یک وقتی که این خطر افتاده این حاکم جائر خودش را جلو میندازه، فداکاری میکنه، خودش از بین میره. خب دنیاش که از بین رفت که از بین رفت، آخرتش هم از بین رفته. چرا آخرتش از بین رفته؟ چون که هدفش که خدا که نبوده، هدفش پول بوده، هدفش سمعه بوده، هدفش تعریف بوده، هدفش این بوده است که خلاصه مثلا حالا یک اسم خیری ازش باشه، اینو که هدف صحیح که نیست، چون که این هدف صحیح نبود لذا نتیجه اخروی هم حاصل نخواهد کرد. اگر نتیجه اخروی حاصل نکرد خسرت دنیا و الاخره، شر الناس من باع آخرته به دنیا، کسی که آخرتش را به دنیاش بفروشد، این شر الناسه، بدترین مردمه. و شر من باع آخرته به دنیا غیره، یعنی خودش دنیاش را از دست میده، آخرتی هم که گیر نمیاره، آخرتش را میفروشه به خاطر اینکه غیر کیف بکنه در این دنیا،
غیر خلاصه این دنیا را به دست بیاره. شر الناس من باع آخرته به دنیا غیره، این هم خودش را از دست داده، هم هیچ ثوابی کسب نکرده، هیچ آخرتی کسب نکرده. چرا؟ چون که هدفش ذکر جمیل بوده، هدفش این بوده که بعداً با خیر ذکرش بکنه، هم دنیا را از دست داده هم آخرت. چه فایده داره؟ ذلک هو الخسران المبین، اون خسران مبینه. پس بنابراین انسان باید سعی بکنه که کاری که انجام میده اولا ببینه که این کار خوبه یا نه، تقصیر نباشه در کار، چون که کسی که مقصر است مثل کسی است که آمده، تقصیر نداشته باشه، ببینه کار خوبه. اگر به نتیجه رسید که کار خوبه، این کار را با نیت خوب انجام بده. اگر معلوم شد که این کار بد بوده، اشتباه بوده، معذوره، ثواب هم بهش میدن به خاطر همین کاری که کرده. تضحیه، فداکاری در راه دین، در راه مردم، خدمت به مردم، اینم یکی از مصادیق خیر الناس من نفع الناس، به مردم خدمت میکند، نفع به مردم میرسونه با نیت خوب، خودش هم ممکنه یک ضرر دنیوی ببینه. در قصه و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، خب به اهل بیت ضرر رسید، سه روز آدم غذا نخوره ضرر میرسه بهش. حتی راوی میگه که دیدم که امام حسن امام حسین از گرسنگی میلرزن، خب ضرره، ولیکن این به خاطر یک هدف مهمتری بوده که خدمت به مردم باشه. اون در ظاهر مردم بود، ولی در روایت داره که ملائکه بودن اون سه نفر، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اینها بودن، برای اثبات این فضیلت برای اهل بیت آمده بودن. ضرر به خودش میرساند که دیگران را نفع برسانه، از خودش میزنه که دیگران استفاده بکنن، نیت خوب هم داره، نه اینکه تا تعریف بشه، تا اینکه اسمش وارد بشه که این آقا خیرخواه، نیکوکاره، این آقا مثلا تبرع میکنه، این آقا کلا میکنه، این آقا کلا میکنه. نه خیر، ضرر به خودش میزنه تا به مردم خدمت بکنه با نیت خوب، با نیت صحیح. اما شق سوم، ضرر به خودش میرسونه ولیکن هدف و نیت، هدف و نیت صحیحی نیست، این دنیا و آخرتش را از دست میده. عمر ابن سعد چه کار کرد؟ لعنت الله علیه. عمر ابن سعد لعنت الله تعالی علیه، این به جنگ امام حسین آمد به خاطر اینکه یک ملک ری بهش بدن. ملک ری هم خب ری ملک عظیمی بوده، میخواست به خاطر این جهت با جنگ، به جنگ امام حسین آمد. امام حسین هم خیلی نصیحتش کردن، حرف گوش نکرد. خب کاری کرد با یک نیت، یک حکومتی دستش بیاد. بعدم چون که نیتش نیت پلیدی بود، دنیاش را از دست داد، آخرتش هم که واضحه، حتی دنیا را هم از دست داد، چون که امام حسین دعا کردن و دعای امام حسین مستجاب شد. گفتن بهش که امیدوارم که از گندم ری نخوری، مسخره کرد، گفت خب جوش کافیه. مثلا علی کل حال، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اگر اینجوری شد که انسان سعی و دقت کرد که نیتش نیت پاکی باشه، ولو عمل عمل کمی باشه، خدا قبول میکنه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل را قبول میکنه، چون که مهم کثرت عمل نیست، گرچه کثرت عمل مطلوبه، انسان هرچی بیشتر کار خوب داشته باشه مطلوبه، اما عمل خالی فایده نداره اگر با نیت صحیح نباشه. نمازی که موجب قربه به خداست، اگر با نیت غیر صحیح باشه جهنم میشه، ویل میشه، چون که ریا از محرمات، موجب ویل و گناه میشه، موجب عذاب میشه، ویل، چاهیست در جهنم یا چاهاییست در جهنم. نیت صحیح، سعی بکنه انسان با عمل صحیح ولو کم باشه. اگر اینجوری شد، نیت صحیح بود، این معنای این حدیث روشن میشه، انما الاعمال بالنیات، یا نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن بهتر از عملشه. چرا؟ چون که عمل بی نیت اصلا باطل، فایده نداره، اما نیت بی عمل ثواب داره. اگر انسان نیت یک کاری کرد و نتونست اون کار را انجام بده، ثواب داره. بنده نیت کردم یه فقیری را کمک بکنم،
رفتم سر صندوق دیدم هیچی پول ندارم، دست به جیب بردم که به فقیری صدقه بدم، دیدم نیست در جیب من پول. نیت کردم، البته نیت غیر از تمنیه، تمنی یعنی آرزو، نیت معناش اینه که انسان تصمیم میگیره اما به نتیجه نمیرسه. نیت ثواب داره ولو عمل نباشه، اما عمل بدون نیت ثواب نداره اصلا، بلکه ممکنه عقاب داشته باشه. انما الاعمال بالنیات و نیت المؤمن خیر من عمله. گفتیم نیت غیر از تمنیه. کسی اینجا نشسته آرزو میکنه که 1000 تا مسجد بسازه، 1000 تا حسینیه بسازه، نمیدونم 1000 تا فقیر را کمک بکنه، این نیت نیست، این تمنیه، آرزوه. نیت معناش اینه که انسان دنبال کارم بره فقط به نتیجه نرسه، یا اینکه یک مانعی پیش بیاد. نیت داره فردای کار خیری بکنه نتونست انجام بده، نه اینکه آرزو داشت، نه نیت داشت. لذا جوهر و روح کار نیته، نیت صحیحه. این نیت صحیح باعث میشه که کار کما اینکه گفتیم رنگ پیدا بکنه. اگر اینجوری شد انسان سعی کرد که نیتش را تقویت بکنه، حتی اگر عملش کم بود این عمل مورد پذیرش واقع میشه. اگر نیتش صحیح نبود عملش هر چقدرم زیاد باشه هیچ فایده نداره. میگن یه شخصی بود 30 سال صف اول جماعت نماز میخوند، مستحب البته انسان صف اول جماعت نماز بخونه، ثواب صف اول خیلی بیشتر از صفوف متأخره. طرف راست انسان مستحب وایسه، ثواب طرف راست از طرف چپ به اندازه ثواب فاصله ثواب صف اول نسبت به بقیه صفوفه. علی کل حال این همیشه صف اول میرفت نماز میخوند، یه روزی دیر رسیده بود، خلاصه نرسید به صف اول، خب در صفوف عقب واقع شد، جا نبود در صف اول. وقتی نماز میخوند داشت خجالت میکشید. چرا؟ چون که مردم 30 سال اینو در صف اول دیدن، حالا امروز مثلا در صف چهارم پنجم یا صف آخر ببیننش احساس کرد که یک نوع مثلا شاید نامناسب باشه، یک نوع شکستی برای او، خجالت کشید. بعد از نماز فکر کرد که عجب، پس من 30 سال نماز میخوندم به خاطر صف اول بوده، به خاطر اینکه مردم بگن به به چقدر آدم متدینی بوده همش صف اول نماز میخونه. البته انسان نباید وسوسه هم پیدا بکنه، بعضیا کار خوب نمیکنن میگن ما کار خوب نمیکنیم که ریا نشه، نه خیر کار خوب انجام بده ریا هم نکن. از اون طرف هم چون که شیطان خوب بلده کار بکنه، بعضی وقتا از این طرف انسان را میندازه، بعضی وقتا از اون طرف، بعضی وقتا انسان را میگه که خلاصه کار خوب انجام نده، اما اگر دید که این میخواد کار خوب را انجام بده بهش میگه نه ممکنه ریا باشه، حرام میشه مثلا، اینجوری هم میندازه بعضی وقتا انسان را. خلاصه این بعدن که متوجه شد گفت ای پس من ممکن بود که این همه 30 سال نماز میخوندم برای مدح مردم بوده، لذا الان که در صفوف عقب افتادم دارم خجالت میکشم که مردم مرا ذم نکنم. خلاصه هر 30 سال نمازش را قضا کرد، که احتمال داره که نمازش همش باطل بوده، با ریا بوده، قاطی با ریا بوده، قاطی با تعریف کردن مردم از او بوده. در روایت داره که در آخرت خیلی وقتا هست که انسان خیلی کار کرده خودش هم متوجه نیست که کارش باطله. الاخسرین هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوب میکنن. روایت داره که روز قیامت میاد میبینه که در نامه اعمالش هیچی نیست، میگه این همه کار من کردم کجا شد این کارا؟ میگن همه این کارهایی که کردی نیتی که درش داشتی نیت خرابی بوده، نیت غیر صحیحی بوده، به نتیجه نرسیدی، هیچی، این همه زحماتش از بین رفته، به جای ثواب عقاب گیرش میاد. علی کل حال انسان سعی بکنه که نیتش را نیت پاکی قرار بده. ممکنه در وهله اول نشه، اما خدا انسان را یک جوری خلق کرده و نفس ما ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یک جوری انسان نفس انسان را خلق کرده که قابل تربیته، قابل تعدیله، قابل تغییره. انسان میتونه بر نفس خودش سیطره پیدا بکنه، تغییرش بده. ولو میگن ترک عادت خیلی سخته، اما انسان میتواند، این قدرت را داره. سعی بکنه هر کاری که انجام میده ابتدا بر خودش فشار بیاره که نیتش نیت خوب باشه، کار خیر میخواد بکنه سعی بکنه یک جوری باشه که نیتش نیت به خاطر تعریف کردن نباشه. لذا صدقه سر
ثوابش از صدقه علن بیشتره. گرچه مطلوب هست که انسان گهگاهی علنن صدقه بده تا مردم یاد بگیرن، این خوبه، اما صدقه سر ثوابش بیشتر از صدقه علنه. چرا؟ چون که صدقه سر احتمال اینکه نیت انسان درش خراب باشه کمتره تا صدقه ای که علنن انسان میده. گرچه ممکنه انسان عجب هم برش داره، یعنی انسان خیلی مثلا از کارش خوشش بیاد، اینم خودش موجب از بین رفتن عمل و کار هست. سعی بکنه انسان هر کاریو که میخواد انجام بده نیتش را بسنجه، سعی بکنه بر خودش فشار بیاره که نیت او از انجام این کار نیت خوب باشه. اگر این کار را کرد و نیت خوب را در خودش پرورش داد، حتی اگر اتفاقا بعضی موارد کارش هم اشتباه و خطا باشه، بر همین کار اشتباه و خطا خدا ثواب بهش میده. چرا؟ چون که میگه نیتت خوب بوده. اولئک الذین یبدل الله، مضمون آیه، سیئاتهم حسنات. خود سیئه رو خدا تبدیل به حسنه میکنه. همین سیئه، همین کار سیئه‌ای که کرده، همین کار بدی که کرده، خدا تبدیل به حسنش میکنه. یکی از مصادیقش هم همینه، انسان با نیت خوب کار بد انجام میده، یعنی غافل و نمیدونه که این کار بده، این سیئه رو خدا تبدیل به حسنه میکنه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فداکاری، ایثار باید باشه به این صورت که انسان کار خوب انجام بده ولو ضرر به خودش برسه، اما به نیت خوب. اگر نیت خوب نبود، هم ضرر به خودش رسیده در دنیا هم در آخرت. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق عنایت فرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.